سلام، خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت. با من روما عادل خوش آمدید. مشروع خبرها. رئیس جمهور آمریکا میگوید که تا 2 ماه آینده تمامی سربازان آمریکایی از افغانستان بیرون میشوند. دونالد ترامپ بار دیگر بر خروج سریع نیروهای آمریکایی از افغانستان تاکید کرده و گفته است که آمریکا تا کریسمس سال 2021 میلادی تمامی سربازانش را از افغانستان خارج می‌سازد. ترامپ در صفحه تویترش نوشته است که گروه کوچک از مردان و زنان که اکنون مصروف انجام ماموریت در افغانستان هستند، الا کریسمس که مدت 2 ماه به آن باقی مانده است، به آمریکا برمیگردند. اما رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، گفته است که آمریکا تا اوایل سال آینده شمار نیروهایش را در افغانستان به 2500 تن کاهش می‌دهد. آگاهان امور میگویند که ایالات متحده باید نیروهایش را به گونه مسئولانه از افغانستان بیرون کند. پس از تاکید رئیس جمهور آمریکا بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، دونالد ترامپ بار دیگر بر خروج سریع این نیروها تاکید کرده است. دونالد ترامپ در صفحه توییترش نوشته است که آمریکا تا کریسمس سال پیش رو همه نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج می‌سازد. برای برگزاری مراسم کریسمس حدود 2 ماه باقی مانده است. باید شمار اندک باقی مانده مردان و زنان شجاع ما که در افغانستان سرگرم خدمتند تا کریسمس به خانه برگشتیم. اما قبل از اظهارات دونالد ترامپ، رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفته است که آمریکا تعداد سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان را تا اوایل سال آینده میلادی به 2500 تن کاهش می‌دهد. آژانس خبری رویترز می‌گوید که اوبراین هنگام سخنرانی به نشستی در پوهنتون نوادای لاس ویگاس آمریکا گفته است که اکنون تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان کمتر از 5000 تن است. زمانی که دونالد ترامپ در سال 2017 به قدرت رسید، به بیش از 10000 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور داشتند. در حال حاضر تعداد این سربازان به کمتر از 5000 تن میرسد و تا ماه اپریل سال 2021 میلادی به 2500 تن کاهش خواهند یافت. بر اساس پلان تخمین شده بود که تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان تا ماه نوامبر به 5 یا 4 هزار تن کاهش می‌یابد. اما آگاهان امور سیاسی از خروج نیروهای آمریکایی بر اساس توافقنامه آمریکا و طالبان استقبال می‌کنند و می‌گویند نیروهای آمریکایی باید بر اساس یک مکانیزم از افغانستان خارج شوند و کار باید صورت نگیرد که افغانستان بار دیگر به میدان جنگ مبدل شود. او کوی باسی دا خطر موجود ده، جدی خطر موجود ده چه دلتا بیا دا کورنی جگره بیا لکه یو یو کال غندی شروع سی او دلتا دی کابل خلق بدبخت سی دا احتمال موجود ده. زنایم سپسلو که مگر اوی اراده دی بیستلو نلری دا طول طبقاتی مسائل دی، دی خپل عدیم ساتی، دی خپل اسکرم ساتی پا فالستان که دی دمنگ لده به دیر تلایی موقعیت جغرافیایی نه در منطقی که گره اخلی. به اساس توافقنامه صلح آمریکا و طالبان، ایالات متحده تعهد کرده بود که در بدل تعهد ضد حراس افغانی طالبان، همه سربازان آمریکایی را تا ماه می سال 2021 میلادی از افغانستان خارج می سازد. هیئت‌های مذاکراتی هر دو جناح در دوحه برای رسیدن به نتیجه مشغول بحث و گفتگو روی برخی موارد هستند. شورای عالی مصالحه از ادامه مشوره و گفتگوها میان هیئت‌های مذاکراتی خبر می‌دهند که با دریافت راه حل برای برخی موارد زمینه نشست برای گروه‌های تماس مساعد شود. این در حالی است که از 10 روز بدین سو نشست میان گروه های تماس هر دو جناح برگزار نشده است، اما برخی از اعضای ولسی جرگه حوصله و دقت تمام در مذاکرات صلح را خواست اصلی افغان ها می خوانند تا بر اساس آن پروسه جاری صلح به پیش برده شود. افراد آگاه از پروسه صلح و آگاهان امور می گویند که بدون پذیرفتن توافق دوحه، طالبان با آتش بس و بن‌بست به میان آمده. آگاهان امور و افراد آگاه از پیشرفت‌های پروسه صلح میگویند که حکومت افغانستان بدون پذیرفتن توافق نامه دوحه میان آمریکا و طالبان به حیث اساس مذاکرات صلح، طالبان برای شکستاندن بن‌بست موجود و برقراری آتش بس حاضر نمی‌شوند، زیرا رئیس جمهور غنی تطبیق این پیمان را به ضرر حکومت خوانده است.
پس از سفرهای نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و رئیس جمهور محمد اشرف غنی به قطر، انتظار می‌رفت که بن‌بست ناشی بر اصول کاری مذاکرات حل شود، اما این روند هنوز هم با سرنوشت مبهم روبرو است. مسئولان شورای عالی مصالحه از ادامه بحث و گفتگوهای ذات‌البین میان تیم‌های مذاکراتی هر دو جناح در دوحه خبر می‌دهند که پس از دریافت راه حل بر موارد جنجالی، زمینه گفتگوها و گروه‌های تماس دو طرف مساعد سازد. و دوها که تروسه هم بین تیمی نیست جریان داری در افغانستان اسلامی جمهوریت مذاکره کون که حد بزین موارد بند شدیر کارت ضرورت داری بخبر منز که ناست داری او لطیرسو رز رایسی تروسه زمینه دیتا نده مساعده شوی چه دوال طرفون سره کینی بحث وکی، اما دیو معقولی حلار لپاره دوال طرفونه په خپل منځ کې بحثونه کوي تر څو یو نتیجې ته سره ورسیږي او لاغي ورسته بیا د تماس د لناسته زمينه برابر شي. منابع آگاه از جریانات اخیر مذاکرات صلح در دوحه تایید میکنند که از 10 روز به این سو نشست میان گروه های تماس به دلیل عدم حل دو مورد اختلافی برگزار نشده است، اما برخی از اعضای ولسی جرگه روحیه برای مذاکرات صلح در قطر را مثبت ارزیابی میکنند و خواهان تحمل و دقت در این بخشند. مذاکراتی تیم سرمو چه در افغانستان د فارغله د غوسر مخبره وکي، زه فکر کوم چې کدا مور وغواړو دا نتیجه مور باید مایوس نه سو د کاره. دا د 40 کالو جنگ دی، دا د 40 کالو هغه بدبختیان او سختیان چې په افغانانو باندې راغلي، دا باید په ډیر یو څه وخت واړي، دا اوسله واړي. در این حال افراد آگاه از پروسه صلح و آگاهان سیاسی میگویند که طالبان خواهان پیشبرد مذاکرات صلح بر اساس توافقنامه دوحه اند، اما طرف مقابل به دلیل مخالفین خواست است که رئیس جمهور غنی برای پذیرفتن حکومت موقت آماده نیست. راتلون که اسلامی حکومت یعنی پدی که دلیل معنی داده چه ده اشرف غنی خپل دغه اتارټی د لاس ورکی او د باید راتلون که موقت حکومت ته پاره آماده وسیږي، او دا خبره د اشرف غنی او د هغه د ملګرو د هغه ډلې د پاره د تایید وړ نه ده. په دې خاطر باندې دا بن بس مات نه شو خبرې سی به لا فانی دم د امریکای او د طالبان د تړون پایله ده. دا سه ډاکټر غنی قطر ته لاړه، دا بالکل یو نمایي شرکت و، ځکه دا خې دنیا ته ښیي چې زه سوله ته ژمن یم. دراله کې هېڅ پایله دا سفر نه درلودله او نه لري، او خلیلزاد دوی چې په قطر کې راټول شوي دي دوی له خبرو ښکارېږي چې طالبان هم ژمن دي او خپله خلیلزاد خپله هڅو ته ژمن ښکارېږي. مذاکرات بین الافغانی در دوحه به دلیل اختلافات بر سر تعیین اصول کاری میان گروه های تماس هر دو طرف در حال به تأخیر افتاده است که به تازگی رئیس شورای عالی مصالحه در سیومین روز سفرش به هند هنگام سخنرانی به نشستی که در مورد آینده افغانستان برگزار شده بود، درک همدیگر و نشان دادن انعطاف را در جریان مذاکرات صلح ضروری خوانده است. دزدان مصالحه به خاطر سرقت موبایل یک جوان 20 ساله را در کابل به قتل رساندند. اعضای خانواده و دوستان رامین یوسفی میگویند هنگامی که رامین یوسفی به خانه برگشت میکرد از سوی دزدان مصالحه به قتل رسیده و تلفنش را به سرقت بردند. آنان اداره های امنیتی را به بی‌کفایتی متهم می کنند و می گویند که اداره های امنیتی در تامین امنیت مردم ناکام ماندند. در همین حال مقام های امنیتی کابل می گویند که در پیوند به این قضیه یک تن را بازداشت کرده و تحقیقات از وی جریان دارد. جرایم جنایی و سرقت‌های مسلحانه تا اکنون جان بیشتر شهروندان را به کام مرگ فرو برده است. این خانواده ای است که در سوگ از دست دادن فرزند جوان 20 ساله‌شان که از سوی دزدان مسلح به قتل رسید جمع شدند، فریاد و ناله می‌کنند. رامین یوسفی یکی از جوانان است که تازه با دست آوردن 308 نمره به پانزه مهندسی راه یافته بود، اما دزدان مسلح شام روز گذشته در ناحیه اول شهر کابل از بهره گرفتن تلفن همراهش به قتل رساند. چرا
بخاطر داشته خود تلفن خود فروغ تلفن داشته باشم مصرف دیگه چیز میشم مصرف فیسبوک چیزا میشم باش که درس خود بخونم ان این دیو نگیدا در وقت تلفن گرفت که نال ما بیکار شدیم درس هم خلاص شد نال ما تلفن گرفتیم باش که چند ساعتم پیش همون تلفن یک بلای جان شد. پدر رامین که راننده یه تاکسی در کابل است میگوید با مشکلات زیاد زمینه آموزش و تحصیل را برای فرزندش مساعد ساخت اما همه آرزوهایش ناتمام ماند. وی حکومت را در بخش تامین امنیت مردم ناکام میخواند و میگوید مسئولان امنیتی باید از وظایفشان کنارگیری کنند. این چه امنیت است؟ دقل پولیس داره قلو دیگه داره خلاص در جبهات کشته میشه جوانای مردم در دروازه خودم کشته میشه دستر یک موبایل که 5000 و 4000 و 10000 رو ما سه برادر هستیم از سه برادر ها به میوالت گرفتار هستیم برادر کلان ما چشم بیادرزادی ما کور کردن بیادر دیگه ما بشارت رساندن خود ما موتر ما در روز روشن بردن. در این حال مقام های امنیتی کابل میگوین که در سه روز گذشته 30 تن را به اتهام سرقت های مسلحانه و جرایم جنایی گرفتار کردند. آنان میگویند که به اتهام قتل رامین یوسفی نیز یک تن را بازداشت نمودند و تحقیقات از وی ادامه دارد. بررسی های ابتدایی پلیس نشان دهنده موارد دیگر همچنان هست که بررسی بیشتر در این موارد جریان دارد و پلیس تا اکنون یک تن را در پیوند به شهادت جوان بازداشت کرده. بررسی جدی تیم مشترک امنیتی در ارتباط جریان خواهد داشت و از نتیجه شما و مردم کابل را در جریان خواهیم گذاشت. این انتقادها در رابطه با کشتن جوان 20 ساله از سوی دزدان مسلح و افزایش جرم جنایی و سرقت‌های مسلحانه در کابل در حالی است که حدود یک ماه قبل دزدان مسلح تلفن یک شخص را در حضور تیم خبری کابل نیوز سرقت می‌کند و مسئولان امنیتی در بازداشت آنها ناکام ماندند. رئیس شورای عالی باصلاح هم میگوید که نظام آینده باید از تمامی افغانها نمایندگی کند. عبدالله میگوید صلح اولویت همه ی طرف ها است اما افغانها خواهان نظامی هستند که از آنان نمایندگی کند. عبدالله که در انستیتو مطالعات دفاعی و تحقیقاتی در هند صحبت میکرد از هیئت‌های دو طرف مذاکراتی خواست که با درک متقابل به نتیجه برسند و ابراز امیدواری میکند که مذاکرات جاری در دوحه فرصت تاریخی برای پایان دادن جنگ 4 دهه گذشته است. در همین حال نرندرا مودی صدر اعظم هند در دیدار با عبدالله گفته است که کشورش از صلح حمایت میکند که برای همه افغانها قابل پذیرش باشد و پس از تحکیم صلح در افغانستان برای فعالیت های گروه های تروریستی زمینه مساعد نمیگردد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی در سومین روز سفرش به هند پروسه صلح افغانستان را به تمام جناح‌ها مهم می‌خواند. عبدالله که به انستیتوت تحقیقات و مطالعات دفاعی هند سخنرانی می‌کرد گفت ممکن نظریات همدیگر برای طرفین قابل قبول نباشد اما هر دو جناح باید با درک متقابل به نتیجه برسند. طالبان صلح نیازمند شکیبایی، نیت، مرام و تعهد است. نیاز است تا انعطاف پذیری از خود نشان دهیم و یک دیگر خود را درک کنیم. هیئت ما در دوحه به تمامی موارد آماده است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی هنگام سخنرانی به این نشست گفت در 19 سال گذشته برای رسیدن به صلح قیمت گزافه را برداخته است اما افغانها در آینده خواهان تحکیم نظام اند که از آنان نمایندگی کند. ما بهای سنگین را برای صلح در 19 سال اخیر پرداخته ایم. گزینه نظامی هیچ راهی حل نداشته است. نیاز است تا مسیر گفتگوها را ادامه دهیم و به یک سیستم همه‌جانبه سیاسی دست یابیم. مردم افغانستان خواهان نظامی هستند که در آن نمایندگیشان را ببینند. عبدالله مذاکرات جاری در دوحه را فرصت خوب برای پایان جنگ 40 ساله جاری در افغانستان می‌خواند و امیدواری وی برای نتیجه این مذاکرات بیشتر است. در این حال نرندرا مودی صدر اعظم هند هنگام دیدار با رئیس شورای عالی مصالحه اطمینان داد که کشورش از صلح در افغانستان حمایت می‌کند که برای همه افغان‌ها قابل قبول باشد. وی میگوید اگر صلح در افغانستان تامین شود زمینه فعالیت دوباره و گروه های تروریستی در این کشور مساعد نمی شود. شورای عالی مصالحه در حال به نتیجه مذاکرات بین الافغانی و پیروزی پروسه صلح ابراز امیدواری می کند که مذاکرات جاری صلح در دوحه به دلیل اختلاف بر سر دو مورد به تأخیر افتاده است.
در تصاویر و ویدیوهایی که از کندهار، هرات، هلمند و برخی ولایات دیگر به کابل نیز رسیده است، معلوم می شود که روند تخریب تأسیسات عامه از سوی افراد ناشناس آغاز گردیده و تنها در ولسوالی ارغستان ولایت کندهار و در مسیر کندهار آرزگان چندین کیلومتر سرک تخریب شده است. باشندگان ولسوالی ارغستان ولایت کندهار می گویند که این جاده ها، پل ها و پلچک ها شب هنگام از سوی افراد مسلح ناشناس تخریب می شود و این کار برای آنان مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. آگاهان امور می گویند که تخریب جاده ها، پل و پلچک ها و پروژه های عامل منفع خیانت ملی است. تلاش تخریب کردن افغانستان است که ممکن در عقب آن دست کشورهای خارجی باشد. آنان میگویند ممکن یک هدف این کار سبوتاژ پروسه صلح باشد. وزارت دفاع ملی و مقامهای ولایت کندهار میگویند که تخریب جاده ها و سرک های عمومی کار طالبان است، اما با تلاش های مکرر کابل نیوز طالبان تا اکنون حاضر نشدند تا در این مورد ابراز نظر کنند. همزمان با آغاز مذاکرات صلح در اواخر به شمول تأسیسات عامه، روند تخریب سرک ها، پل و پلچک ها آغاز شده است. این سرک ها علاوه بر کندهار، در هرات، هلمند و چند ولایت دیگر نیز تخریب شده است. در این تصاویر دیده می شود که افراد نامعلوم از طرف شب یک سرک را در ولسوالی ارغستان ولایت کندهار با وسیله تراکتور تخریب کرده است و پل و پلچک های موجود در منطقه را نیز انفجار داده است. وزارت دفاع ملی در یک اعلامیه گفته است که طالبان مسلح شاهراهی عمومی کندهار و روزگان را در منطقه اندلان ولسوالی شوالیکوت با وسیله تراکتور تخریب کرده است. طالبان در منطقه اندلان ولسوالی شوالیکوت بیشتر بخش‌های شاهراهی عمومی کندهار و روزگان را با وسیله تراکتور تخریب کرده است. لوی لاری د کله ناکله د ولسونو پر مخ باندې او کله ناکله هم انتحارات و انفجارات ور باندې کیږي او سړکونه او پلچکونه مو وران شوی دي، چون موږ د دې څخه ډیر سخت متضرر یو. خو هم په همدې باندې باید د خدای وکړي زموږ په ملک صلح راله، بیا به موږ د کومې خوا نه بیا به په هغه وخت کې زموږ سره خارجي مرستندویان هم کومک و همکاري نه کوي، او بیا به موږ د افغانستان دومره کافي بودی جام نه وي چې موږ خپل سړکونه ورباندې جوړ کړو. نو زموږ د جنګ د شکیلو غاړو څخه، خصوصا د هغه ډلو څخه چې هغو ته مو اشاره طالبانو وړونو ته ده، چې دوی د لوی لارو په ویجاړولو کې ډیر محتاط واوسي، ځکه دا ملک زموږ مشترک ملک دی او ټول افغانان زموږ عمل منفعه فیصله تحسیسات و اوز مجامل من پیالارو تا پول افغانان ضرورت لری، او دا خاصتا دا یو شخص لپاره دا یو دلی او یو جبهه لپاره نده چی یوازی حکومت ورسخه استفاده کوي. دموگا یوازنه دخمن پا دی اقلا پاکستان و اوسم دی پاکستان لاس وحنه پا افغانستان که تر هقه حد پوری ستاسی وینه ار ورزل دوینه بیگی بل علاوه د دې چې دلته مالی خسارات را منځته کیږي. که د طالبانو په مورد کې موږ وایو، هغه طالبان چې اوس په قطر کې ناست دي، هغوی په موږ د افغانستان د دولت د نمایندګانو یا د هیئت سره په سلام مشورو لګیا دي. اما دلته نور یو تعداد ډلې هم شته د طالبانو په نامو، ګمان زه دا کوم چې دغه ډلې او ټپلې به په دغه ولایتونو کې چې با وجود طالبانو د تسلط لاندې دي لاس په دغه اعمال ویي. باشندگان محل میگویند که این کار از طرف شب صورت میگیرد و سبب ایجاد مشکلات جدی با آنان شده است. سوزیم وز دغی دغالی دی خدا و رشتیا کدی وزر تولی وزی چارا تولی چه انبار وار که مال در انباری هم تیرم دغه اوبای بیخی مجبرنش بر لگویم که دغه دو ابو اصاب لهم نیزی بیخی کبر که رازی خدا و رشتیا کمی تساس که لپر لگویدی وی چه کوم پر کم ایوسم چه دا وز را پخایسی پا شاخ نولا کیزی پا شاید ایوسم چه پر دا غربان دی وز توک را سر آل اینو خو دغه جال دغی دغی که شهر لبازار لورسان چکی شهریان قندهار نیز تخریب کردن تاسیسات عامه را پسترین کار می خوانند و می گویند این عمل از سوی طرف های داخل جنگ صورت می گیرد که دشمنی آشکار با مردم افغانستان است. د سرکو را نول او د عامه تاسیسات را نول د تخریبول د ډیر غلط کار دی. که اول خو جنگ به خیر شکار نه دی، په دې دنیا کې جنگ به خیر غلط کار دی سره کی، او بلکې جنگ چې کوي باید جنگ د هغه شکل غاړو سره وکړي چې د هغه سره د مشکل لري.
د دروړ سره دای څه مشکل لري، سرک سره دای څه مشکل لري، د مکتب سره دای څه مشکل لري. سات دا باید سو قران کې ځکه د حکومت کولای شي پر هر لار تک کولای شي، دا د یو عام خو ولس لپاره لار تخریب کړل. دا کسان چې زنه په ژوند کې دا شاته تخریب کړی دي، هر څه دا کړی دي، دا شکار نه دی کړی. در این حال رئیس فواید عامه ولایت قندهار میگوید که سوی مخالفین مصالح چندین کیلومتر سرک به وسیله تراکتور تخریب و میلیون‌ها افغانی خساره وارد کرده است که امور بازسازی آن به گونه آسان تکمیل نخواهد شد. کندهار روزگان پر لوی لار باندې تر 2 کیلومتر شاید باوري ځکه مخکې میواره د سړک د ټریکټر په واسطه باندې تخریب شوی او هم چنان د کندهار غسان دام تقریبا کیلومتر تر رسیدي پل چکونه لسګونو تر رسیدي زیان په میلیونونو افغانۍ دی. د سړک ورانول ډیر آسان دی خو جوړول ډیر یو مالی تمویل ته په اسلام وایي چې ډیر زیاتې بودیجې ته ضرورت لري، زیاتې په میلیونونو زیان په میلیونونو افغانۍ تر رسیدلې دی. آگاهان امور میگویند تخریب تاسیسات و پروژه های عامه به شمول جاده ها، پل و پلچک ها خیانت ملی است و این کار تلاش تخریب افغانستان است که در عقب آن دست کشورهای خارجی است. آنان میگویند که ممکن هدف این کار سبوتاژ پروسه صلح باشد. قطعا کسایی که کارهای تخریبی انجام میده چه در قالب برنامه های سیاسی و چه برنامه های عامل منفعه را آسیب میرسانه، اینها کسانی هستند که نمیخواهند در داخل افغانستان امنیت بیه، نمیخواهند پروسی صلح تقویت شه و ثبات در افغانستان بیه. یقینا من مطمئن هستم که این کار به صورت دستوری یا جانب رهبری طالبان صورت نگرفته و هر گروه یا هر فردی که وجود داره کسانی هستند که مخل امنیت و مخل صلح در داخل افغانستان است، ممکن است حتی در قطار طالبان وجود. کابل نیوز تلاش کرد تا در مورد تخریب جاده ها، پل و پلچک ها نظر طالبان را بگیرد، اما طالبان تا اکنون حاضر نشدند تا در این مورد نظر بدهد. هزاران تن از روزها بدین سو در عقب دروازه های سفارت پاکستان برای اخذ ویزا انتظار می کشند. متقاضیان ویزا از جمله زنان، کودکان و افراد مسن هستند که چندین شب را در هوای سرد در مقابل سفارت در انتظار دریافت ویزای پاکستان سپری می کنند. آنان می گویند که برای دریافت ویزا از سفارت پاکستان دو راه وجود دارد که یکی آن در بدل پول است و دیگر آن انتظار یک هفته‌ای در مقابل سفارت پاکستان. این افراد که در مقابل سفارت پاکستان جمع شدند می گویند که چند روز قبل به دلیل ازدحام بیشتر در برابر سفارت پاکستان یک تن از بیماران جانش را از دست داد. پس از اعلام فیصله صدور ویزا به افغان‌ها از سوی کابینه پاکستان، هر روز هزارها تن به هدف اخذ ویزا در برابر سفارت پاکستان در کابل جمع می‌شوند. به شمول کودکان و بزرگان در جمع این مراجعین، کسانی نیز شاملند که از یک هفته به این سو برای اخذ ویزای پاکستان در برابر سفارت این کشور در کابل منتظر ماندند و حتی برخی مریضان زندگیشان را از دست دادند. ما سیرو شد آمدیم، وقتی که آمدم برای ما گفتن سبا ساعت یک بجه روز بیاد، اینم اینجا خواهد شد بر تو نوبت میرسد. ما دیروز ساعت یک بجه آمدیم، یعنی که دینوشتو که اینه کم پلم خواهد شدیم در زیر پایا، در یه غرفه هیچ وز نشد، حتی اشتوکم زیر پای شد، خودم زیر پای شد اشتوکم آمدیز از خودم آمینه ما بر آمدیم. دریش پیمی تیری کردی دلتا وسمی زنانه پلا دا وزده پلا دامی دا زنانه تسکیره دا دامی خپلا تسکیره دا ما نور پریدی بوشی داسی حکومت منگ چه حکومت والوی مرکو او دا زده چهار ناوری دا وگره دا خلکو نوگره دری دریش پی کردی دی چلور تو لرش بکردی دولت از پرسان شوه که بعد ایک سولت بیه آمین داره ایت خونه ایست که مردم میمونه ایم انسان است کم جناور خونه است سک خونه تن که پرسان جانه میشه میمونه دیو رو چار نفر مور شش نفر زخمی شده است دا خلق چی دا زنانه چی دیجی تراولی دا مجبوره راولی دا مسته نراولی دا اغا کسونه ما تا افغان جاپان را کریا بلا را زور غلم دامی دا مباشر چی پا پاکستان که ما پریشن کرده. مراجعین که به هدف اخذ ویزا به سفارت پاکستان آمدند میگویند که به دلیل عدم موجودیت شفاخانه های معیاری و نبود ادویه با کیفیت در داخل کشور مجبورند که مریضانشان را برای تداوی به خارج از کشور انتقال بدهند. مجبوره چی ویزا ولا گولار تو افغانستان که خونه کار سم ناقصه دلدا تلور پیندش پیگی که زیوترازم بیگاه لرگی و آقا بس پنبانی ولی امناس را بانیمات کرده از کار
دلته ورته ګرځم پیسې پیسو څوک چې پیسو والای دی غو کار کیږي څوک چې پیسې نه لري زه ترچوان سړی ما پیسې لکوم کنه غریب تبا ده کې پیسو والا زی کار نه کیږي او غریب داس لاس په قیمتي کې ور بیرته خالی راوځي دلته سره له ظالمانو واوختل و تا کوټو کې رمانی کې 15 په میاغه بچای مر سره روان در سره تللې د مکتب نه می پاره کړی ده بیتر روان نن به زلګي سبب لګي پرون مړی کې وسه زکه زخمی سوما دلته پیسې ولا پریدی دا موږ سلوره مشپه د پوسولې سه پرون هم پیسې ورکړي درې نیم زنانه نه باسلو ما مور می بیرته زره و باسلم کې نور اسکر مور می پرې پدا هغه ګردو مریضی دا غنه سه بزنس لګول اوس هم نور پریدی هغه زم نه لګو مخ مور مور راو باسم اوس هم نور مراجعین که در برابر سفارت پاکستان در کابل تجمع نمودند میگویند که پلیس با آنان برخورد خشونت‌آمیز میکند و میافزایند محافظین امنیتی سفارت پاکستان تنها به کسان اجازه ورود به سفارت را میدهند که پول بدهند. معاون دوم ریاست جمهوری از چین میخواهد که در روند کنونی از سال نقش مثبت و سازنده بازی کند. سرور دانش در مراسم تحویلگیری یک کمک های صحی چین و وزارت صحت عامه میگوید بیجینگ یکی از حامیان جدی صلح و امنیت پایدار در افغانستان است. در همین حال سفیر چین در کابل بر همکاری دوامدار با افغانستان تاکید میکند و میگوید که برای تحکیم صلح و ثبات نیاز به همکاری مشترک است. محموله کمکی از سوی کشور چین برای مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان. معاون دوم رئیس جمهور و سرپرست وزارت صحت عامه برای تحویلگیری این کمک به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی آمدند. این محموله به ارزش بیش از $1,000,000 شامل کت‌های تشخیص، ماسک و دیگر مواد صحی هستند. ارزش مجموعی از این مصادرات به $1,000,000 بالغ می‌شود. البته این اولین معمولی کمکی نبوده. در گذشته هم کشور چین به افغانستان در بخش کووید 19 همکاری زیاد نموده که شامل کت‌های تشخیص وسایل محافظت شخصی بوده. معاون دوم رئیس جمهور چین را یکی از کشورهای حمایت کننده دائمی افغانستان می‌خواند و از این کشور می‌خواهد که در روند کنونی صلح بیشتر از گذشته نقش سازنده و مثبت بازی کند و در پروسه صلح کنونی هم دولت چین از حامیان جدی برقراری صلح و امنیت پایدار در افغانستان است. ما انتظار داریم که کشور چین بیش از گذشته نقش بسیار مثبت و سازنده در تحکیم و تقویت صلح و توسعه اقتصادی در منطقه و در افغانستان به عهده بگیرد. در این حال سفیر چین در کابل بر ادامه کمک‌هایش با افغانستان تأکید کرد و می‌گوید چین با وجودی که در خط نخست مبارزه با کرونا قرار داشت با کشورهای مانند افغانستان کمک کرده است. سفیر چین میگوید که برای تحکیم صلح و ثبات در افغانستان نیاز به همکاری مشترک است. بیایید برای تحکیم صلح و ثبات در افغانستان با هم کار کنیم. برای رشد و انکشاف افغانستان و آینده مشترک ما نیاز به همکاری مشترک است. در همین حال معاون دوم رئیس جمهور میگوید که برای مبارزه با موج دوم کرونا باید آماده باشیم. وی میگوید تجربه دور نخست کرونا نشان داد که جهان در بخش طبابت هنوز هم عقب مانده است. شرکت مخابراتی MTN با 500 خانواده بی‌بضاعت کمک کرد. این کمک‌ها از سوی شرکت مخابراتی MTN در هماهنگی با وزارت کار و امور اجتماعی صورت گرفته است که در آن مواد خوراکی و مواد اولیه کمکی شامل است. سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی از نهاد خیریه MTN افغانستان به خاطر کمک به خانواده‌های آسیب دیده از کرونا و سیلاب‌های اخیر در کشور سپاسگزاری کرده و افزوده است که این گونه کمک‌ها در این شرایط حساس بسیار مفید است. در همین حال رئیس عمومی اطرا یا اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان نقش سکتور مخابراتی را مهم خوانده و بر نقش فعال آنان در فعالیت‌های اجتماعی تاکید کرده است. رئیس مؤسسه شرکت مخابراتی MTN در مراسم توزیع این کمک‌ها گفت که MTN افغانستان بر اساس رسالت ملی و انسانی دست نیازمندان را در کشور گرفته است و این بار نیز لازم دید تا با شماری از خانواده‌ها که به دلیل شیوع ویروس کرونا و سیلاب‌های اخیر در کشور متضرر شدند کمک کند. خبرهای جهان هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ما باشید.
ادامه خبرها. رسانه های آمریکایی میگن که پیروزی جو بایدن در انتخابات آینده آمریکا برای با دست آوردن آرای بیشتر در الکترال کالج بیشتر شده است. رسانه های آمریکایی میگن که پس از مناظره یه روز گذشته معاونین جو بایدن و دونالد ترامپ پیش بینی می شود که جو بایدن 82.3% آرای الکترال کالج را به دست آورده است. نظرسنجی ها نشان می دهد که محبوبیت بایدن به شدت در بخش آرای مردم افزایش یافته است و احتمال این وجود دارد که 51% آرا را به دست بیاورد. مناظره یه شب گذشته معاونین ترامپ و بایدن در انتخابات پیشرو در فضای آرام برگزار شد. در این مناظره در مسائل مختلف در مورد وبای کرونا، خدمات صحی، اقتصاد و سیاست مطرح گردید. و ایالات متحده تحریم‌های بیشتری را بر ایران وضع می‌کند. رسانه‌های آمریکایی از قول منابع نزدیک به قصر سفید خبر دادند که تحریم‌های جدید بر بانک‌های مختلف ایرانی اعمال خواهد شد. گفته می‌شود که در این تحریم‌ها بیشتر بانک‌های شامل است که با کشورهای اروپایی دادوستات می‌کنند. کشورهای اروپایی پیش از این هشدار داده بودند که این اقدام مانع جریان کمک‌های بشردوستانه و خدمات به ایران می‌شود که با قوانین بین‌المللی مطابقت ندارد. در همین حال استر محکمه ایالات متحده با همکاری دفتر تحقیقات فدرال یا FBI محدودیت‌های اینترنتی بر ایران را افزایش می‌دهد. سپاس از توجهتون به خبرهای این ساعت.